داستانهای شاهنامه فردوسی شماره 174 اما بعد لشکریان از هر سو میتاختند و جنگ سختی در گرفت افراسیاب از قلب سپاه حرکت کرد و به طرف سپاهیان توس رفت و تعداد زیادی را کشت توس نزد رستم رفت و کمک خواست پس رستم و فرامرز آمدند و رستم تعداد زیادی از آنها را کشت وقتی افراسیاب درفش بنفش رستم را دید برا شفت و به سوی او تاخت و رستم هم وقتی درفش سیاه او را دید به سوی او حمله برد و آنها با هم گلاویز شدند. رستم نیزهی بر خود او زد و افراسیاب هم نیزه بر سینه ای رستم زد. اما چون رستم ببر بیان به داشت نیزه کارگر نبود. رستم ای بر اسب او زد و شاه از اسب افتاد. رستم کمرگاه او را گرفت اما در این هنگام هومان گرز گران بر شانه رستم کوبید و افراسیاب از دست رستم فرار کرد و بدین سان ترکان شکست خوردند وقتی خورشید سر زد تمتن لشکر را به حرکت درآورد و به دنبال افراسیاب روان شد افراسیاب لشکر به دریای چین برد و وقتی میخواست از آب بگذرد به پیران گفت که کودک شوم سیاوش را باید کشت چون اگر رستم او را بیابد به ایران میبرد. پیران گفت بهتر است او را به خوتن ببریم. کشتن او درست نیست و به زیان توران است. افراسیاب به ناچار پذیرفت. پیران پیکی نزد خسرو فرستاد و وقتی خسرو موضوع را شنید و برای مادر تعریف کرد به ناچار قبول کرد. از آن سو همه مرز چین و خطا و خطن را گرفت و به جای افراسیاب نشست. در گنجینه او را باز کرد و بین سپاهیان تقسیم نمود. تخت آج با توق و منشور شهر آج را به توس داد. تاج پرگوهر و یک تخت با توق و گوشوار را همراه منشور سپیجاب و سغد را به گودرز داد. تاج زر را به همراه طلا و گوهر فراوان برای فریبورس فرستاد و گفت تو برادر سیاوش هستی و باید کمر به کینخواهی او ببندی. شهر خوتن را به گیف سپرد و خطا و چگل را بشکش داد. مدتی گذشت و پادشاهی رستم بر توران هفت سال طول کشید نویسنده بانو فریناز جلالی راوی داستان فریما قباد